قبلا کارگاه الیاسی بود ولی گویا تغییر کاربری داده. آبجی نقمه؟ سلام آبجی. سلام. خوش اومدین. میدونم. شما کجا؟ اینجا کجا؟ فکر کنم راه گم کردیم. آره ولی به مقصد خوبی رسیدم. میگم آبجی داداش هاشم کارگاه نیستا. برم؟ نه، بمون بیام. چقدر دلمون براتون تنگ شده بود. برای من تنگ شده بود واسه کتلتایی که میپختم. جفتش. مطمئن بودم. حالا نه اینکه هاشم میذاشت از اون کتلت ها چیزی به ما برسه. دیگه شماها که بهتر میدونین کتلت خط قرمز آقا هاشمه، مثل این آب هویج بستنی. به نظرم تو نمیده ترتیبشو بدین ولی چی نمونا. موافقه. آقا دهشت، هنوز باورم نمیشه اینجا. خودم باورم نمیشه. هاشم میدونست که قرار بیه اینجا؟ نه. چه سوالیه، اگه میدونست که از اینجا جمع نمیده. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنونم. سلام. سلام. خوش اومدی. این عکس روزیه که خبرنگارا اومده بودن برای مصاحبه با بچه‌ها. مثلا همین دستگاه جدیده که بهت گفتم. من نبودم ظاهرن اقعا بچه ها دیبونو بازی در بردن خبرنگارا رفتن دیگه پشت سرشون هم نگاه نکرد. معلومه وقتی تیم میشن دیگه هیچی نمیتونه جلوشونو بگیره. هاشم هم که همیشه خود سردست است. دقیقا. ولی دیگه فکر نمیکردم این بچه ها رو خندون ببینمشون. گفتم تا وقتی سهراب برنگرده دیگه اینو شاد نمیشن. ولی تو که اومدی انقدر خوشحال شدم که اصلا میکنم بر خودم عجیب بود. به حال خیلی ممنونم که اومدی. خیلی سخت آدم فکر کنه دیگه هیچ وقت نمیتونه خانوادهشو ببینه. خانواده ای که همیشه همه جور حواشو داشتم. این بچه ها یه روزی داداشای منم بودن. ولی بعد از جداییمون از دیدنشون محروم شدم. چرا خب؟ هاشم نمیذاش بیا؟ نه. اصلا خودم نخواستم. نمیدونستم چجوری بعد باشون رو در رو بشم. نمیدونستم اصلا در مورد خودم و هاشم باید بهشون چه توضیحی بدم. از همه هم مهمتر اگه میدیدمشون یاد هاشم میفتن. چیزی که بیشتر از همه ازش فرار میکرد. آدم های مشترکی که اول خانواده هاشم بودن بعدم شدن خانواده من. آدم های مشترک. قشنگ میفهمم چی میگی. یه وقتا آدم به خاطر همین چیزهای مشترکه که اصلا میمونه، صبر میکنه، تحمل میکنه. خیلی بهت سخت گذشت که تونستی قید همه چیزو بزنی نه؟ وقتی با خودت لج میکنی باید منتظر عواقبش هم باشی. اینم دوتا قهوه مخصوص شما. خیلی ممنون آقا دهشت. دست شما در نکنه، بر من نذار. چرا قهوه دوست نداری؟
چایو ترجیح میدم. نه آقا دایشت ما یه عادتی داره، مهمونای جدید که میان براشون قهوه درست میکنن. بله. که منم مثلا نمیدونم این عادتش از کجا میاد. هاشم گفته حتما به نظرش قهوه خیلی با کلاس تره. نه؟ آره؟ آره دیگه، همش تصویر، همش ریا، همش ظاهر سازی. من میگم هاشم همین چای رو بیاریم ساده تره، یه قهوه بیاریم. البته من خیلی از شما قدیمی ترم و رو قاعده بعد بر من چای می آوردی. بله چشم، اونم به راهه، میارم خدمت. دست شما درد نکنه. قهوت. خیلی ممنون عزیزم. بچه های اینجا خیلی ازت تعریف میکنن ها، همیشه به من میگن خیلی هواشونو داشتی، از مرخصی های دوزکی و داستان دریل و پادر میونی هایی که برشون میکردی. خیلی دوست دارم. باورم نمیشه هنوز از من حرف میزنن. فکرم وقتی یه غیب شدم از دستم خیلی ناراحت شدم. نه نه، همیشه واقعا یادت میکنم، از تو برای من زیاد حرف میزنم. البته حواسشون هست، وقتی هاشم هست خیلی حرف تو رو نمیزنم. هاشم هر وقت اسم تو میاد یه حال عجیب و غریبی به هم میریزه، اصلا یه طوری که بچه ها گفتن نقمه اومده، ولی من باور نکردم. باز اومدی خون به دلم کنی؟ سهراب چطور؟ من میرم پایین پیش بچه ها. بله خانم. این چی میبود؟ نظر چیه؟ چاییه دیگه. میدونم چاییه، مهمون مگه آب همیش بستنی نگه بوده بچه چی میداری؟ ذهن خودم رسید، ولی یه مشکلی وجود داره. چه مشکل؟ بچه آب همیش بستنی زیاد دوست داره. خوردن همشو؟ میگم که زیاد دوست دارن میگه. خیلی خب ببر این چاییه رو عوض کن، یه تازه برسی. همین الان ریختم، تازه است. میدونم کار از محکم کاری که عیب نمی کنه، برز بره یه دونه دیگه دم کن. چه ضرر میزنی خانم مهندس؟ خب بگو برو دنبال نخود سیاه، خودم بلدم، میرم. خیلی خب برو دنبال نخود سیاه. چیکار میکنی؟ چایی میریزم. چایی چی میریزی؟ این چایی یا آب جوب؟ فکر کنم آب هویج بسنی زیاد خوردی، دقتت رفته بالا. چای دیگه یا برو بیرون بابا، بیا برو بیرون. مگه من دست میکنم تو دستگاه شما؟ برو بفرما. چای تعطیلی هستم. اینقدر اتفاق رگباری داره میفته، نمیدونم از رای کدومش رو بگیرم. فکرش میگه پای سهراب زندون باز شه، کی فکرش میگه باش به چوبه دار باز شه. چوبه دار؟ مادرش تا این قصاص میخواد. شبیه خوابی دیدم، خواب دیدم برگشتم دوم سوم دبستان، دیر رسیدم سر کلاس، در رو باز کردم یه بیدم معلم داره سهراب رو میزن. سهراب هم زاغ داره گریه میده. میخواستم برم کمکش کنم،
نمیتونستم تکنو بکنم. گفت کرد فقط داشتم کتک خوردن سهراب و تماشا میکردم و گریه نشم. من بعد رفتم دنبال شده نه سهراب. که تو هم میرفتی زندان تو فرق میکرد. من کسی رو ندارم. سهراب خانواده داره، سهراب کاروبار داره، سهراب زن داره. من کسی رو ندارم. تو هم اندازه خودت آدمایی رو داری که نگران میشه. من نباید میذاشتم شاهین اینجا بمونم. چرا فکر میکنی تو مقصر تمام اتفاقایی که افتاده هستی؟ چون اگه من بیشتر حواسم رو جمع میکردم این اتفاق مزخرف تو زندگیمون نمیافتاد. یه کشاورزی بود توی یه ده کوچیک. یه اسبش یه روز اسبش از خونه میره گم میشه. همه اهالی روستا دورش جمع میشن میگن از شانس بعد توه. کشاورزه میگه نمیدونم شاید. فرداش اسبش با 7 اسب وحشی دیگه برمیگردن خونه. همه میگن این از شانس خوب توه. کشاورزه میگه شاید. چند روز بعدش پسر کشاورزه سوار یکی از اون اسبای وحشی میشه، باش میره گردش. یهو از رو اسب میفته پایین، پاش میشکن. بهش میگن این از شانس بد توه. کشاورزه نمیدونه بعد چی بگه، میگه نمیدونم شاید. یه درگیری توی اون ده راه میفته. یه عالمه از جوانای اون شهر کشته میشن. اما پسر کشاورز زنده میمونه. چون پشت شکسته بوده. اصلا نمیتونسته بره. هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم چی خوبه چی بد. چون هیچ وقت نمیتونیم نتیجه شانس خوب و بدمون رو تشخیص بدیم. اینه که من نمیتونم واسه سهراب کاری کنم اسمش چیه؟ تو تمام موقعی که تو زندان بودی سهراب پات وایساد. نه ناامید شد نه خسته. من مشکلم همینه. من سهراب نیستم. اونی که تو مدرسه معلم میزندش من بودم. اونی که گریه میکرد من بودم. سهراب همونی بود که همیشه به من کمک میکرد. الان عوض شده. من نمیدونم باید چیکار کنم. قویه سهرابه نه من. دیگه به نظرم خیلی داری به خود کم لطف میکنی. سهراب اگه سهرابه به خاطر اینه که تو پیشش بودی. خاطر اینکه همیشه توی زندگیش پشتش قرص بوده و یک کوهی به اسم هاشم. با هم دیگه با تمام سختی ها خشت خشت این کارگاه رو ساختیم. چون تو بودی که به سهراب امید و انگیزه میدادی. هر وقت شکست خوردین دوباره از نو شروع کردین. چون تو از نو شروع کردن و بلدی. چون تو ادامه دادن و بلدی. هاشم من با تو بزرگ شدم. با تو زندگی کردم. درسته یه اتفاقای بینمون افتاد که ولی تو قوی ترین آدمی هستی که تو تمام زندگیم دیدم.
شاید به خاطر همینه هیچ وقت نتونستم هیچ مرد دیگه ای رو به غیر از تو کنارم تصور کنم. وقتی قوی بودم که تو با هم بودی که الان نیستی. ده 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 این هم دوتا چایی آلبالویی برای خانم نغمه آزادی مهمون قدیمی. خیلی شو مهمون نیست، صاحب خونه است، صاحب کارگاه. اصلا صاحب همه چی، صاحب کارگاه، صاحب مجلس. بفرد چای بعد برو عوض. به چی؟ خانم کلهر چای لیوانی میخورن با عسل کمرنگ. مال من رو کجا میبری؟ مگه نمیگی لیوانی کمرنگ با عسل؟ خب پرتقالتو بخور. کیه؟ دهشت. داستانش طولانی میاد. خب یکی دونه ویدیو بگیرم ازت. خب این اول فکر کردم خوابی. البته اگه خوابم بودی بیدارت میکردم. میدونی چند روزه هیچی نخوردی؟ اگه نخوری باید سرم بزنی یا گوشم نیست با قرارم نیست سیرت کنه. اینو خیلی وقت دیگه خودتو دوست نداری. امیدوارم بدونی داری چی کار میکنی. این بلا رو بقیه سر ما آوردن، نه من. حتی بلایی که سر تو و سهراب اومده باعثش من و شاهین نیستیم. باعثش اونایی هن که تو رو فرستادن اینجا تا به من سوپ بدی که از گشنگی نمیرم. البته وضع تو خیلی از من بهتره. باز تو یه امید داری که دوباره میتونی سهرابو ببینی. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ مادر شاهین هنوز هیچی ثابت نشده دنبال وکیل تا بتونه سهرابو قصاص کنه. بعد من چجوری حالم از تو بهتره؟ من تا سهراب آزاد نشه حالم بدترین حال دنیاست. فقط هم تو میتونی به هستی بگی همه اون چیزایی که تو پرونده سهراب نوشته شده واقعیت نداره. چون تو میدونی که سهراب چقدر شاهین رو دوست داشت، نه هستی. چرا انتظار داری هستی به همین راحتی سهرابو ببخشه آرزو؟ بابای من به خاطر یکینه پسرشو به کشتن داده. به نظرت الان بهترین وقت برای اونا نیست که تلافی کنن؟ بهترین وقت نیست که شاهرخ و هستی پسر منصور رو ازش بگیرن؟ اینو سهراب هیچ ربطی به این کینه نداره. سهراب به خاطر تو اومد تا ارومیه، به خاطر تو به شاهین جا داد،
فقط به خاطر تو از خودش گذشت. منم حاضرم برای سهراب جونم بدم آرزو. سهراب برادر منه. حاضرم همین الان برم خودم بذارم جاش. برم به دست و پای هستی بیفتم که پا توی این مسیر نذاره. ولی فکر میکنی فایده ای داره؟ فکر میکنی برای هستی من مهمتر از شاهینم؟ باور کن آرزو، من توی این بازی بی اهمیت ترین مهرم. الانم خودتو گول نزن. هی اینا رو تو سرت نچرخون به خاطر اینکه خودتو آروم کنی. وگرنه خودت هم میدونی که هستی از خونه بیگناه بچهش نمیگذره. یعنی اونقدام که تو فکر میکنی شاهین بیگناه نبود. پس تو هم شده همرنگ جماعت ها. مطمئن باشه اگه سهراب تو همچین موقعیتی نبود هیچ وقت نمیذاشتم تصویر ذهنیت نسبت به شاهین عوض بشه. شب اصلا من اونجا بودم، اصلا شاهین جلو چشم خودم فرار کرد. سهراب فقط ازش میخواست بپرسه چرا بعد از اون همه خوبی که بهش کرده جوابشو به بدترین شکل ممکن داده. فقط میخواست باهاش حرف بزنه. شاهین خودش ترسید و فرار کرده چون میدونست سهراب واسه چی رفته دنبالش. برو بیرون مینو. سهراب از قصد به شاهین نزده، فقط یه تصادف بوده. دیگه هیچی برام مهم نیست. برو لطفاً. ولی مینو آرزو خواهم تنها باشم. الانم که میخوام یه چیزی بگم که یکم حالا هوا مرمز شد. و یه کار خوب و خیلی به هم دیگه انجام میدن. نه من میگن که خدا عمرت بده که قولی بمونیدم. چه قولی؟ میخوام به قول بدم که هیچ موقع تنها نمیزنم و همه یه تلاش هم که تو خوشبخت‌ترین دختر رو زمین کنم. من نمیتونم، من دستم خوب نیست. بزن سنگ کاغذ. چی؟ چه سنگ؟ چندتایی؟ میدونی سنگ کاغذ قیچی؟ سنگ کاغذ قیچی؟ سنگ کاغذ قیچی؟ سنگ... بزن بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی شد؟ داداشون اصلا تو برق نیست. مهندس. ای بابا. تو با حواستون کجاست؟ بس دو تا بردار، سه تا بردار، نوشه جون. بذاره، آهان. بذار. بذار.
حرفی بزنیم رژیمه رژیمه چی بزن دیگه تازه گرفتم ببند نه دشت اما بردا تو ستا ستا میخوری هر حسن من باید کن شروع کنی گروه سرود کارگاه الیاسی تقدیم میکنند جون میدم هر حسن رو بخواست دیگه اصلا ما رو خورد کردی پاشو برو چای تو بیار رضا جان دهشت بره چای بیاره که اینجا مطربی کنه دهشت شما برو استرالیا من گاز روشن گذاشتم خطر نکن دمتون گرم اسوه محترم داستان چیه؟ چرا به من خدا چپ افتادی؟ چپ چیه داداش؟ شوخی بود فقط یعنی من فرق بین شوخی و جدی رو نمیفهمم؟ چیه داستان؟ داستان اینه که این آقا دهشت خیلی نامرد و نمک نشناسه یعنی چی؟ چیه؟ لال شدین؟ با امور دستی باید حرف بکشن بیرون؟ بوریا بهش بگو چیه داستان پوری؟ این داداش من نمیدونم بچه ها میگن خودش نیست خداش که اینجاست بچه ها میگن با دلارای شاهین رفته با استودیو رفیق من قرارداد بسته چی؟ یعنی شما در جریان نبودی اصلا من الان در جریان یه چیزم فقط آدم ها وقتی فکر کردن واسه شون سخت میشه شروع میکنن به قضاوت کردن این فقط شامل شما هم نمیشه شامل من هم میشه داداش هاشم چه قضاوتی؟ از این واضح تر؟ داداش سراب تو این وضعیته اون وقت آقا دهشت با پولای اون خائن میره ترانه هاشو ضبط میکنه چیه؟ نتونستین سر در بیارین پولا رو از کجا در آورده وصلش کردین به ناف شاهین این بنده خدا همون روز همه پولا رو تحویل بازپرس پرونده داد به عنوان مدرک پولی هم که دست گرفته واسه آلبوم زحمت های خواهر معلمشه که از نون کارگری ما حلال تره فهمیدین شاهین و پولا همه با هم خاک شدن آقا رضا از شما بعیده خرجش یه سوال کردن بود نه که اینجوری تأخیرش کنین وای به حالتون وای به حالتون اگه از دلش در نیارین برو بالا دنبالش صبر کنی میگم بیام ازتون تحویل بگیرم خیلی ممنون الو داداش رضا آره رسیده دم دره نه حساب شده دستتون درد نکن خیلی ممنون خدا بار صدای زنگ این خونه به صدا در میاد فقط از خدا میخوام که سهراب باشه اه؟ خب پس من برم دیگه تو تنها کسی هستی که از دیدنش به اندازه سهراب خوشحالم خیلی من هنوزم باورم نمیشه اینجایی خیلی زودتر از اینا بعد میومدم من میبرم ولی خونتون خیلی قشنگه بدون سهراب حتی یه لحظه هم قشنگ نیست آدم ها وقتی اتفاقای مشترکی رو تجربه میکنن به نظر میرسه که بعد بهتر همدیگر رو درک کنن ولی به نظر من اصلا اینجوری نیست چون نوع مواجهه هر کس با مشکلاتش فرق میکنه هر کسی یه جور میشکنه
یکی دم میزنه یکی نه. وقتی شب عروسیمون هاشم و از سر سفره عقد بردن، توی لحظه احساس کردم همه چی ثابت مونده. تنها چیزی که از خودم میخواستم مرگ بود. نمیخواستم یه لحظه زندگی رو بدون هاشم تجربه کنم. اصلا نمیتونم تصور کنم. ولی بعدش با خودم فکر کردم من اولین آدم نیستم که این چیزها رو تجربه میکنه. آخریشم نیستم. تو این ماجرا سهراب خیلی بهم کمک کرد. به هم یاد داد آدم ها تا وقتی موعدشون نرسیده نباید بمیرن. باید تا زندن زندگی کنن. اگه بلای سر سهراب بیاد من چی کار کنم؟ من اصلا زندگی کردم بدون سهراب بلد نیست. من هم زندگی بدون هاشم بلد نبودم. ولی یاد گرفتم. حالا نه که الانم یاد گرفته باشم بدون هاشم زندگی کنم. ولی حداقل یاد گرفتم صبور باشم. الانم من مطمئنم سهراب بیگناهه. زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنی از زندان آزاد میشه. میاد در این خونه رو میزنه. میاد تو همه جا رو روشن میکنه. میدونی که من علم غیب دارم. چقدر خوب بلدی آدم آروم کنی. من و سهراب مطمئن بودیم که این ماجرای شکایت فقط واسه اینه که حساب کار دست هاشم بیاد. مگه هاشم میدونه شکایتی در کار نیست؟ ببین چقدر با سلیقه است. مدت که نبودی خیلی خوش سلیقه شده. نه با تو هم میگم مگه هاشم میدونه شکایتی در کار نبوده؟ نپیچون منو ها. لیوانو ببین خوش سلیقه نیست؟ خیلی قشنگه. باریکلا بهش. کار هاشمه. سفارش داده برامون درست کردن. باریکلا ادو شبت سبب خیر. یه چند وقتی گذاشتمش به حال خودش. همه هنراش داره میزنه بیرون. اصلا اگه میدونستم زودتر طلاق میگرفتم. چقدر جات خالی بود. میدونم. عباس جان چه به نظرتون پولی میکشه؟ این بستگی به سرعت خودمون داره داداش. همینجوری پیش بریم تا آخر هفته جمعش کرد. تا روز قرارداد تموم میشه. نگران نباشش. آره درست میشه. نگران نباشه. جای سهراب واقعا خالی. واقعا کاش بود نیمه چیزی در این اسب کار میکنه. دستگاه شده هلو به برد و گلو. چی شد؟ چرا هم چی شد؟ ای بابا موشتن نمیشه. اکنون دوباره ریلش تاپ برداشتی. نه بابا از ریل نیست. اصلا دستگاه بعید میدونم مشکل باشه. این احتمالا شمش دوباره خراب شد. عباس از تو بعید این دستگاه شم داره؟ ای تو نمیدونی شم داره؟ آقا من یه چشم بسته بازو بسته میکنم شم نداره. عزیزم تو بهتر میدونی یا من؟ شم نداره این دستگاه؟ اینجا اون پایین نگاه. ای اونا هستن. در اومده هاشم. ببین بقیل اون سوکت داره بزنید. اونه چون شم نیست. همونه هاشم برو. عباس اون شم نیست. یه دقیقه برو همونو بزن درست میشه. برو اونو بزن سر جاش. همونه. اونو بزن سر جاش. دیدی؟ این شم نیست. همونه. همونه. بزن تو. عباس این شم نیست. شم اینجاست هاشم. شم اینجاست. واسه من جشن تولد میگیریم؟ یا
داداش جای سهراب که خالیه، ولی خب حال تو هم اندازه داداش سهراب واسه هم مهمه بالاخره. آره دیگه داداش، سهراب ان شاءالله زود آزاد میشه، یه بار دیگه برای تولد میگیریم یه کیک دیگه. ان شاءالله. گروه سرود الیاسی تقدیم میکنند. بوت کن هاشم، بوت کن، غمت بره، دنیا باید جای قشنگتری بشه، تو دلت یه آرزو داری میدونم، ما هم آرزو تو آرزو میکنیم، پشتت وایستادیم یه لشکریم، غمم رو خوردی غمتو میخوریم، من و تو درد میله ها رو چشیدیم، سهرابم بیرون میاد اینو میدونیم، تو دلت یه آرزو داری میدونیم، ما هم آرزو تو آرزو میکنیم، تو دلت یه آرزو داری میدونیم، ما هم آرزو تو آرزو میکنیم. فوت کن که دلمون آب شد، کیک رو بزنیم به بدن. ده، نو، هشت، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. هاشم آرزو کن بعد فوت کن. بفرمایید، بفرمایید از این طرف، بفرمایید. خواهش بود. سرپرست این کارگاه کیه؟ منم. شما آقای؟ هاشم عموزاده. آقای عموزاده، من نماینده دادستانی هستم. این حکم پلمپ این کارگاه است. چی؟ عرض کردم این حکم پلمپ این کارگاه، لطفاً هر چه سریع‌تر وسایل شخصیتون رو جمع کنید و کارگاه رو تخلیه کنید. یعنی چی آقا؟ چی شده مگه؟ این حکم به دلیل مشکلی که شما با این آقا دارید به دستور قاضی صادر شده. آقای محترم، ما اصلا مشکلی با آقای ساری خانم نداریم، داریم تو کارگاهمون کارمون انجام میدیم. بله، کاملا مشخصه. آقای ساری خانی، ما هنوز چند روز از موعد قراردادمون مونده، در جریان این که مسخره بازی چیه در میاری؟ بفرمایید آقا، بفرمایید، تو رو قرآن وقت ما رو نگیرید. مگه نشنیدی چی گفت؟ هنوز وقت داریم واسه تحویل. مملکت اون قدرا بی قانون نیست که شما هر موقع دلت بخواد سرتو بندازی بیای کارگاه ما رو تخته کنی. پسر جان، من اصلا لزومی نمیبینم با شما دهن به دهن بشم. طرف قرارداد ما آقای سهراب افشاره که ایشون هم الان تو زندون داره آب خنک میخوره. سفارشی هم دارین تحویل ما بدین؟ ندارین دیگه آقا، بفرمایین. آقای ساری خانی، اولا که تولید ما اصلا هیچ ربطی به دستگیری آقای افشار نداره. دوما شما لطف بفرمایید یه فرصت به ما بدید. فرصت چی؟ ما قرارداد داریم. خانم معذرت میخوام، برای این مظلوم نمایی به نظرتون یه ذره دیر نشده؟ شما به اندازه کافی وقت ما رو گرفتین، پول ما رو هدر دادین، آبروی ما رو بردین، کلا سر ما گذاشتین. من جای شما بودم انقدر دیگه خودمو حقیر و کوچیک نمی‌کردم. عزیز منم اگه جای شما بودم با یه خانم می‌خواستم حرف بزنم، بیشتر فکر می‌کردم. خب شایدم خودمون باید بهتون یاد بدیم. شما میخوای همینجوری وایسی اینا هرچی دلشون میخواد به من بگن؟ آقای ساری خانی، شما اگه بیرون باشی ما زودتر به کارمون میرسیم. بالا بری، پایین بیا، این نمیذارم در این کارگاه رو پلم کنی. مثل اینکه تو خیلی دلت برای رفیق تنگ شده، دوست داری یه مدت بری پیشش آب خنک بخوری. آخه قوتی زن برات کاری داره. هاشم گوش بدید، با این کارهایی که شما دارید میکنید فقط خودتون رو دارید به دردسر میندازید. واسه بار دوم دارم میگم وسایلای شخصیتون رو جمع کنید و کارگاهو تخلیه کنید. آخه اینجا فقط کارگاه نیست، در اینجا رو پلمپ کنیم آواره میشیم. بفرما، همین کارشون هم مشکوکه، معلوم چه غلطی دارم میکنن. حرف دهنتو بفهم، ما اینجا میخوابیم. آقای محترم درست صحبت کنا. تو مثل اینکه تنت میخوره اینقدر راحت حرف مف میزنی. آقا من تا کی باید اینجا معطل بشم علافشم؟ آقایون از اینجا میرید بیرون وسایلاتونو جمع میکنه یا بگم نیروی کمکی بفرستن؟ اگه نیروی کمکی بیاد مجبور میشم تک تکتون رو بازداشت کنم. گفته باشم. آخه سرکار ما سفارشای دیگه هم داریم، اگه در کارگاه رو ببندین کارهای مردم میمونه رو زمین. اینجوری نمیشه، میخوام شخصا با آقای قاضی خودم صحبت کنم. شماره شو بده. عزیزم شما با قاضی هم صحبت میکنی، منتها این حکم همین امروز باید اجرا بشه. اگه شما باش مشکلی داری بعدا میتونی بری پیش قاضی، منتها بعد بسته شدن کارگاه. حداقل اجازه بدید این دو نفری که اینجا زندگی میکنن بمونن. هیچ استثنایی نداره، هیچ کس هم نمیتونه اینجا بمونه. اینجا رو تخلیه میکنه یا زنگ بزنم نیروی کمکی بیاد. تو رو میبره بازی سرنوشت.